آخرین جزئیات از حملات اسرائیل بر ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یک ویدیو دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو ما همراه بده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. رئیس شورای اتحادیه اروپا میگوید آینده اروپا نباید به انتخابات آمریکا وابسته باشد. چارلز میلیشال رئیس شورای اتحادیه اروپا میگوید که آینده این اتحادیه نباید به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وابسته باشد. آقای میشل از دونالد ترامپ و کامالا هریس نامزد ریاست جمهوری آمریکا خواست که به سیاست‌های حمایتگرانه از اروپا پابند باشند. رئیس شورای اتحادیه اروپا در آستانه انتخابات آمریکا گفت مطمئناً میان کامالا هریس و دونالد ترامپ تفاوت‌های وجود دارد و در کوتاه‌مدت وضعیت متفاوت خواهد بود، اما در دراز مدت تصور نمی‌رود تفاوت در دیدگاه این دو نامزد نسبت به اروپا وجود داشته باشد. رئیس شورای اتحادیه اروپا خود نشان کرد که بلوک 27 کشور اروپا نباید با حرص و نگرانی به نتیجه انتخابات آمریکا نگاه کند. او اضافه کرد که در حال حاضر معلوم نیست کدام یکی از نامزدان ریاست جمهوری آمریکا برنده خواهد شد. چارلز میشل گفت من نمیخواهم آینده فرزندانم به این وابستگی داشته باشد که چه کسی رئیس جمهور بعدی ایالات متحده چین و روسیه خواهد بود. او افزوده است که می خواهد فرزندان و نوه‌هایش بر سرنوشت خود حاکم باشند، زیرا این اروپا است که در مورد آینده و سرنوشت آنها تصمیم می گیرد. پایان حمله اسرائیل بر ایران. سخنگوی ارتش اسرائیل از پایان حمله هوایی این کشور بر ایران خبر داده است. هاگوری روز شنبه 26 اکتبر در پایان ویدیویی گفته که ارتش اسرائیل در این حمله مرکز نظامی ایران در تهران و شمال این کشور را موافقانه هدف قرار داده است. و افزوده است من تایید میکنم که پاسخ به حمله ایران علیه اسرائیل پایان یافته است. سخنگوی ارتش اسرائیل از ایران خواسته است که از پاسخ به این حمله جدا خودداری کند. با این حال مقام‌های ایرانی گفتند که دستگاه‌های دفاعی این کشور موافقانه به رهگیری مشک‌ها و جنگنده‌های اسرائیلی شده است. شبکه المدرین به نقل از منابع خود گزارش داده که تلاش اسرائیل برای هدف قرار دادن پایگاه‌های دستگاه دفاع هوایی ایران در ولایت تهران با شکست روبرو شده است. هنوز از تلفات و خسارات احتمالی برخواسته از این حملات گزارش نشر نشده است. به دنبال این حملات ادان هوانوردی ایران پروازها در این کشور را تا ادلای ثانی لغو کرده است. وزرای دفاع آمریکا و رژیم اسرائیل پس از حمله به ایران گفتگو کردند. در پای حمله هوایی رژیم اسرائیل به اهداف نظامی در ایران، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا و وزیر جنگ رژیم اسرائیل با همدیگر تلفنی گفتگو کردند. CNN امروز شنبه 5 عقرب گزارش داد که پتر رایدر سخنگوی پنتاگون با نشر بیانیه اعلام کرده است که لوید آستین وزیر دفاع آمریکا و وزیر جنگ رژیم اسرائیل با همدیگر تلفنی گفتگو کردند. سخنگوی پنتاگون همچنین گفته آستین بار دیگر بر تعهد قاطعانه آمریکا به امنیت اسرائیل و حق دفاع از خود تاکید کرده است. وزیر دفاع آمریکا بر تقویت مواضع نیروهای این کشور برای دفاع از پرسنل آمریکایی اسرائیل و شرکای آمریکا در مواجهه با تهدیدات ایران و متحدانش تاکید کرده است. سخنگوی پنتاگون افزوده است که آستین از عزم ایالات متحده برای جلوگیری از سوء استفاده از تنش‌ها یا گسترش درگیری در منطقه نیز سخن گفته است. رژیم اسرائیل بامداد امروز اعلام کرد که در پاسخ به حملات مداوم ایران به اهداف نظامی در خاک این کشور حمله کرده است. عربستان حمله اسرائیل به ایران را محکوم کرد. در ادامه واکنش ها به حملات رژیم اسرائیل به ایران، عربستان و سعودی این حملات را محکوم کرده و خواهان خشتنداری دو طرف شد. عربستان و سعودی امروز شنبه 5 عقرب حمله رژیم اسرائیل به ایران را محکوم کرده و هدف قرار دادن جمهوری اسلامی را نقض قوانین و هنجارهای بین المللی خوانده است. ریاض همچنین از همه طرف ها خواست تا حد اکثر خشتنداری را داشته باشند و تنش ها را کاهش دهند. رژیم اسرائیل بامداد امروز اعلام کرد که در پاسخ به حملات ایران به اهداف نظامی در این کشور حمله کرده است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر الان نگهدار کنم. گور سرفراز باشید.